کیلومتری آن طرفتر از بژنورد مرکز استان، انتهای این جاده کوهستانی به یکی از روستاهای بکر خراسان شمالی منتهی می شود. خودم اینجا رو سیبری بژنورد می دونم. اینجا قبلا شاید حدود 20 سال پیش 4-5 ما راش بسته می شد، چون روستای فوق العاده کوهستانی. روستای هدف گردشگری رین بژنورد که جذابیت های خاص خود را دارد. خوبه، مردم خونگرمی دارن، روستای رین مهمان نواز هستن، جنگل های خوبی داره. از نظر باغات گردوش و گیلاسش و اینا را همه اهالی رو دعوت میکنم که اگر وقت کردن به این روستا یک سری بزنن، حالشون 100% بهتر میشه. در کنار طبیعت بکر، بافت روستا نیز از ساختار سنتی برخوردار است. با توجه به اینکه روستای رین روستایی است با بافت قدیم که بنیاد مسکن شهرستان بژنورد، به صورت حفظ بافت قدیم و روستا کوچه هاش که به صورت تنگ بوده با همون صورت داریم بازگشایی میکنیم، سنگ فرش میکنیم که هم استانی ها و گردشگران که میخوان بیان ببینن از روستای رین لذت ببرن. بوستانی بودن روستای رین باعث شده تا استفاده از چارپایان مثل اسب بر این روستا همچنان رایج باشد. نلوان رین هستم، روستای رین نلوانی میکنم. نلبندی رونق داره اینجا؟ بله، هر اسبیم هر پایشم 5 تومن میگیرم دستمزد. امروز گردشگرانی که به رئین سفر میکنن در کنار بازدید از روستا، از طبیعت روستا، از جمله گیاهان دارویی منطقه هم چشم پوشی نمیکنن. که اومدیم رونق جمع کنیم، آویشان جمع کنیم، یک طبیعت هم اینجا دیگه باد هوا رو یاد بخوریم که الان تابستان تابست باد تابستان رو بخوریم دیگه. اگر به راه دسترسی این روستا در کنار همه زیبایی های آن توجه شود، بدون شک شاهد حضور گردشگران زیادی در این منطقه خواهیم بود. اگه یه روزی گذرتون به روستای رین افتاد، حتما از غارهای زیبایی که در روبروی روستا هم قرار داره دیدن کنید.